بچه ها در مورد برداشت توکن داگز از رباتش من دوشنبه یه ویدیو براتون آپلود کردم و توی اون ویدیو با روش برداشت سریع توکنامو از ربات برداشت زدم و تقریبا 2 روز زمان برد که واریز من واسم انجام بشه. 1.75 از توکنام به عنوان کارمزد کم شد، بقیهش تقریبا بعد 2 روز برام واریز شد. من دوشنبه ساعت 3:30-4 برداشتم و زدم، چهارشنبه یعنی دیروز ساعت تقریبا 4 توکنام واسه هم واریز شد. واسه خیلی از بچه ها زودتر واریز شد، توی کانال تلگرام هم بهتون گفتم. واسه یه سریاتون هم ممکنه دیرتر از من واریز بشه، یعنی تا 3 روز ممکنه زمان ببره، اون 72 ساعت میشه 3 روز و تا امروز عصر احتمالا واریزیاتون براتون انجام میشه اگه با من برداشت زدید. و نگران نباشید، اگه یه همچین صفحه‌ای توی ربات براتون میاره عادیه. واسه منم این صفحه رو بعد یه روز آورد عادیه و اصلا نگران نباشید، اکانتتون بند نشده و واریزتون براتون انجام میشه. اگه هم گزینه فری ویدرا رو زدید که رایگان توکناتون رو برداشت بزنید و حواستون نبوده، دیگه رای واسه کنسل کردنش نیست. باید صبر کنید که توی طول این 3 هفته‌ای که گفته توکناتون به ولتتون واریز بشه. بزنید بریم سراغ ویدیوی امروز. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من شهاب هستم و خوش اومدین به ویدیوی دیگه. خب بچه‌ها، امروز توی این ویدیو قراره دوباره با هم دیگه بریم سراغ ربات همستر کامبت. یه آپدیت جدید داده، بخش جایزه‌های روزانه‌اش کلا تغییر کرده. از این به بعد میتونید از این بخش کلید هم حتی بگیرید. حدود 88 تا کلید توی این تایمی که باقی مونده میتونید از این بخش بگیرید و حدود 200 میلیون سکه که در ادامه ویدیو کامل میریم توضیحاتشو بهتون میدم. یه سری توضیحات دیگه هم در مورد همستر است که بهتون میدم و بعدش هم بچه یه ایدراپ دیگه شبیه ایدراپ داگز بهتون معرفی میکنم که اصلا وقتی ازتون نمیگیره و نسبت به بقیه رباتای این سبکی از همهشون هم بهتره، هم کاربرای بیشتری داره و اعتبارش هم بالاتره. خب بچه ها، اول بریم سراغ ربات همستر کامبت و توضیحات بخش آپدیت شده شو بهتون بدم، بخش جایزه‌ای روزانه. اگه وارد بخش ارن بشید بچه ها از این پایین و وارد بخش دیلی ریوارد بشید، یه همچین صفحه‌ای براتون میاره از این به بعد و همونطور که میدونید حدود 21 روز دیگه 26 سپتامبر قراره ایدراپشو پخش کنه بین کاربرا که بهتون توی ویدیوی قبلی گفتم معلوم نیست که ایدراپش مثل داگز و نات کوین یه بار است یا اینکه ایدراپش تدریجیه، هنوز مشخص نیست. حدود 21 روز دیگه این اتفاق میفته و توی این 21 روز این بخش دیلی ریواردش همونطور که میبینید تغییر کرده و قراره 21 روز این سبک جدید، این حالت جدید توش باشه که هفته اول بچه همونطور که میبینید روز اول 100,000 تا سکه میده، 100,000 تا امتیاز، روز دوم یه دونه کلید بهتون میده، از این بعد از بخش جایزه روزانه میتونید کلیدم بگیرید، روز سوم دوباره سکه میده، روز چهارم کلید میده، روز پنجم دوباره سکه میده، روز ششم کلید میده و روز هفتم بچه روز هفتم این 3 هفته‌ای که باقی مونده اسکین میده، اسکینای خاصی میده که مخصوص همین بخش دیلی ریوارده و نمیتونید این اسکینا رو با سکاتون بخرید مثل بقیه اسکینا. هفته دوم هم بچه همونطور که میبینید جایزا بهتر میشه، سکه بیشتر میده، کلید بیشتر میده. هفته اول 1,600,000 تا سکه بهتون میده و 6 تا کلید، هفته دوم 35 میلیون سکه میده و 22 تا کلید و هفته سوم هم بچه ها بهتون 160 میلیون سکه میده و 60 تا کلید که سرجم اگه اینا رو حساب کنید میشه حدود 196 میلیون سکه و 88 تا کلید به اضافه 3 تا اسکین خاص که مخصوص بخش دیلی ریوارده. بچه ها دقت کنید، اگه یه روزم نیاین به ربات سر نزنید اون رکوردتون قطع میشه و دوباره از اول شروع میشه. پس سعی کنید بچه ها توی این 21 روز اگه فعالیت خاصی هم توی رباتش نمی کنید بیاین فقط سر بزنید و جایزه روزانه‌شو چند لحظه بگیرید و اگه دوست داشتید فعالیت کنید دوباره برید بیرون که بتونید این سکا و کلیدا رو بگیرید. کلیدا خیلی به درد میخورن در آینده، توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم واسه یه سری از کارت ها ممکنه استفاده بشن و کسایی که وقت بازی کردن و اینا ندارن واسه شون این خیلی خوبه، مثل من که بازی نمی کنم اون بازیاشو و از این طریق میتونم کلید بگیرم و استفاده کنم بعدن توی چیزایی که
اضافه میشه. پس بچه ها حواستون به بخش جایزای روزانه باشه و توی بخش ایدراپش هم بچه ها دیروز بود یا پریروز علاوه بر صرافی اوکی ایکس صرافی بای بیت هم اضافه شد، احتمالاً بایننس و صرافی های معتبر دیگه هم اضافه میشه. هرچی تعداد این صرافی ها بیشتر بشه، صرافی های درجه یک هم توی قیمتش تأثیر میذاره، توی قیمت توکن همستر، همین که اعتبار توکن و کلن رباتش رو میبره بالاتر. پس درسته که ما نمیتونیم توی این صرافی های رازویت کنیم، ولی اضافه بشه خوبه واسه ما، چون اعتبار و قیمت توکنش رو میبره بالاتر و حجم معاملاتش هم افزایش پیدا میکنه. خب بچه ها این توضیحات مربوط به ربات همستر، گفتم این بخش دیلی ریوارد رو بهتون بگم که حتما انجام بدید که بتونید کلید بگیرید از این بخش. کلید مهمه و سخت به دست میاد توی بازیش، از اینجا میتونید رایگان کلید به دست بیارید. و بچه ها ربات جدیدی که میخوام بهتون معرفی کنم ربات کتسه که شبیه ربات داگزه. توی ویدیوهای قبلی بچه‌ها یادتون باشه یه ماه پیش بهتون گفتم تا یکی دو تا از این ایدراپ ها پول نشن من دیگه ربات و ایدراپ جدیدی معرفی نمی کنم. توی کانال خودم یه سری از ایدراپ ها رو استارت زدم واسه تست و اینا، ولی توی کانال چند وقته که اصلا ایدراپ معرفی نکردم. از این بعد ایدراپ هایی که به نظرم خوبه و به درد بخوره رو میام بهتون معرفی میکنم. الان تکلیف خیلی از ایدراپ ها مشخص شد و داگزم پول شد، همسترم حدود 20 روز دیگه قراره تکلیفش مشخص بشه. از این بعد اگه ایدراپ خوبی پیدا کنم دوباره بهتون معرفی میکنم. ایدراپی که بچه ها توی این ویدیو میخوام بهتون معرفی کنم توی کانال تلگرام چند وقت پیش بهتون معرفی کردم، ربات کتزو و شبیه داگز، که لینکشو توی کانال تلگرام و کامنت اول براتون میذارم. مثل داگز بچه ها میرید استارت میکنید، با توجه به عمر اکانت تلگرامتون بهتون یه مقداری امتیاز میده. همونطور که میبینید به من 1313 تا کتز داد، 1313 تا توکن داد که با انجام یه سری تسک ها، اگه اینجا گزینه شمر تسک رو بزنید یه تعداد تسک دیگه هم براتون میاره. اگه تلگرام پریمیوم داشته باشید دوباره یه مقدار کتس دیگه بهتون میده که به من 300 تا داده، همونطور که میبینید واسه یه تلگرام پریمیوم با انجام تسک ها و دعوت کردن دوستاتون میتونید مقدار بیشتری کتس بگیرید که هنوز مشخص نیست که صفر کم میکنه یا نه. توی توییتر بچه گفتن که توی همین ماه میلادی یعنی سپتامبر قرار توکنشون لیست بشه، پس تایم زیادی ندارید و اگه دوست دارید استارت بزنید رباتشو. رباتش هم نیاز به فعالیت و اینا نداره، هر موقع استارت بزنید حتی اگه روز آخرش هم باشه و تسکاشو انجام بدید خوبه و میتونید توی ایدراپ شرکت کنید. و اینجوری نیست که هر روز بیاین مثل همستر و اینا فعالیت کنید، فقط رباتشو استارت بزنید مثل داگز، یه مداری امتیاز بهتون میده، تسکاشو انجام بدید و اگه دوستاتون رو دوست داشتید دعوت کنید. توی پری مارکت بیتگت و صرافی گیت داتایو لیست شده توی پری مارکتش و گفتم که تاریخ لیست شدنش هم خودشون گفتن و توی همین ماه میلادی هم لیست میشه. به نظر من ایدراپ خوبیه، ولی به خفنی نوتکوین و داگز اصلا نمیتونه باشه. شاید یه پنجم، یه سوم، یه همچین چیزایی نسبت به داگز بتونید ازش بگید، خیلی بهش امید نداشته باشید، ولی ایدراپ آسونیه و اگه دوست داشتید استارتش کنید. خب بچه ها من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. توضیحاتی که دادم امیدوارم به دردتون بخوره و هر سوالی مشکلی داشتید توی بخش کامنت ها بپرسید، مطمئنا جواب میدم و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم.